بله، درودی بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز. داریم وارد سال جدید میشیم، یک سال تمام شما همراه بودین با ما و هر هفته مطالب جالب را در اختیار بینندگان این تلویزیون در سراسر جهان قرار دادی. درودی بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی، درود بر بعدم بنده سمیر شجره به کارگردان برنامه های شهرتی عزیزم. آرزو دارم که همیهنان گرامی، نازنین و مهربان که همه جای جهان نشستند و این برنامه رو میبینند، نیز سال آینده سال بهتری باشه براشون نسبت به آنچه گذشت و میگذره. چون استاد شرفشاهی هم چی میگذره میگه خوشا دیروز. برحال استاد شرفشاهی، سال 2024 زایشی رو پیشا پیش به شما شادباش میگم و براتون تندرستی بهروزی آرزو دارم. اما استاد شرفشاهی دیگه، چون ما تعارف رو گذاشتیم کنار و نمیخوایم امید کاذب بدیم، شوربختانه سال آینده برای جهان سال خوبی نخواهد بود، چون فقر و گرسنگی و بیکاری و جنگ و خون و خونریزی ها بیشتر میشه. اما برای ملت سرحشور ایران خوشبختانه روز به روز داره بهتر میشه، چون روز به روز مردم ایران استاد شرفشاهی دارن میدانهای جدیدی را از پیروزی فتح میکنن و نظام پلید تازیان حاکم بر ایران رو با پنبه سرشون رو میبرن و میندازن تو گور تاریخ. یادمون نره که تا به امروز ما، درسته که انقلاب مهسا یک سال طول کشید، رژیم ساقط نشد. رژیم اگر ساقط نشد، خیلی از پایه‌هاش رو موریانوار خورده شد و رو به نابودی است. شما در نظر بگیرید امروز در ایران هیچ یک از اصول دینی و اسلامی که اینا 44 سال خواستن نگه دارن و مردم رو سرکوب کردن و میکنن، دیگه به جای خودش باقی نمونده. یعنی یه فیلمی داریم که الان میبینید شما، این فیلم رو، فیلم نخست، فیلم ویدئوی شماره یک رو که میبینید استاد شرفشاهی دیگه هر چی که تو گفتی که ما نکنیم، ما همون رو اصلا میکنیم. یعنی یکی از شیوه های سرحشورانه مردم ایران این هست که برای مبارزه با این نظام پلید، هر چی که خوشش نمیاد رو اینها انجام میدن. فریاد میزنن که ما دین تازی تو رو ندادیم، واقعا اون رو نشونم میدن. همین مسئله پوشش و حجاب استاد شرفشاهی، مسئله یک روسری به سر کردن، یک عبای صحراگردی تازی رو زنها سرشون کشیدن نیست. خصوصا این زنهایی هم که الان توی تلویزیون ها اینا یعنی کلاغ سیاه میشینن با اون چهره زیبایی که دارن، خوشگلن، زن ایرانی قشنگ زیباست، میان اون عبای تازی رو که هیچ کشور عربی چنین لباسی رو نمی پوشن، برنامه سازانش اولایی که اخبار میگن تو تلویزیون، الا این جمهوری پلید اسلامی که تا این حد زن رو زیر ذلت برده. و روز به روز هم استاد شرفشاهی اینا از اونجا خارج میشن، حالا میان بیرون یا مانکن میشن یا جای رادیو تلویزیون خارجی کار میکنن، یا هنرپیشه میشن، یا رقاصه میشن، یا خواننده میشن. خلاصه از اون چادر تا ویزای خارج رو میگیرن، اصلا تاریخ چادر رو میدازن گیرن. حالا مردم ایران پیروزی که به دست آوردن همین گریز از اسلام تازی حاکم هست که الان دیگه در ایران جز سادات تازی حاکم، اون هم بخشی دیگه، شما مسلمانی نمیابید که خود رهبرانشون مسلمان نیستن. نمونه واضحش استاد شرفشاهی همین جشن و شادی و سروری است که هر روز در کنسرت های خیابانی مردم اجرا میکنن، میزنن، میرقصن، شادی میکنن و همین نیروهای پاسدار ایران اهورایی که در پنهان هزاران سال ایران را نگه داشتن، الان پی بردن به شیوه هایی که چگونه میشه موریانوار خورد این نظام رو، پایه هاشو و ریشه هاشو. یکیش همین شادیست، در پی پوشش رو کنار گذاشتن، شادیست، شادی که رژیم نمیخواد استاد شرفشاهی. شادی رو اینها، شما ببینین، یه صادق جان بوقی اگر راننده تاکسی رشتی اومد یه کاری کرد که الان در سطح جهان همه دارن این رو دنبال میکنن و این
یک برگی شده برنده برای مردم ایران که به شادی جز به شادی نکوشند. این حساب شده است استاد شرفی، یعنی همینطور علکی نیست که یه یک آدمی یک شخصیت یک در رشت بیاد یه ترانه بخونه بعد الان اینقدر شهرت پیدا بکنه که الان از نظر آگاهی گرفتن تبلیغاتی محمد بوقی این صادق خان بوقی از فردا با لطف اهورامزدا خرسندیم به این صاحب یه تاکسی که در 100 تا تاکسی میشه چون الان داره کار تبلیغاتی میکنه و این شیوه، یعنی این نیروهای خردمند پنهان آریایی که پاسدار این مرزمون بودن با مهر اهورامزدا هر جور شده تلاش میکنن که ایران رو سرپا نگه دارن. الان کریسمس بود 25 دسامبر زایش میترا که همون یلداست که با چند روز تأخیر جشن میگیرن مسیحیان، ایرانی ها استاد شرفشاهی در همه شهرهای بزرگ و کوچک اینقدر این جشن رو گرفتن که اصلا رژیم نتونست کاری بکنه و بعدم جشن غریبه نگرفتن، جشن غیر نگرفتن، جشن خودشون بوده. من به خاطر دارم وقتی که 40 سال پیش من جشن یلدا رو جشنواران جشن میترا در پاریس برگزار می‌کردیم، بعد هدایایی هم میدادیم در اون جشن به مردم، با این که میومدیم بیرون بیرون اینا هممیهنان عزیزم به من میگفتن ای فلانی دختر داری؟ خانمت زایده؟ ما موقع نظر داشتیم بچه اسمش یلداست، اسمش شیواز، یعنی این جشن 40 سال پیش این گونه گم بود. الان امروزی که از بچه ها ویدئویی رو فرستاده بود همونجا که متن میخون متن نوشته بود، ولی امروز جشن یلدا، جشن زایش میترا و مهر جهان میدونه که همین 25 دسامبر مال ایرانه، یعنی ما جشن یلدای ماست. یلدا اعراب، اعراب این واژه میلاد و تولد و اینا رو اصلا این واژه سانسکریت ایرانی پهلوی اهورایی ما یلدا گرفتن که زایش هست و ما با عنوان زایش میترا، مه، خورشید و آغاز شب که دیگه روز بلند میشه مه چه میشه میکنیم. غربی ها که تا 500 سال پس از زایش مسیح، یعنی 1500 سال در اروپا همینجا جای دیگه اینها میترا رو پرستش میکردن به برکت ارمنیهای نازنین، آیین میترا اون موقع جونیا رو گرفته بود استاد چرچه، اینا میتراگرا بودن. از 500 سال پس از مسیح که اینا میان میترائیسم رو حذف کنن مسیحیت رو جاش بذارن، همه سوران آیین میترا رو اینا گرفتن. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، این شعاری که ما 40 سالی داریم میدیم اول برنامه همون. این تعارف نداریم، رو درواسی هم نداریم استاد چرفشاهی، شهریگری و دانش و هر چه داریم در جهان به ویژه جشنها هر چی رو حساب کنیم مال ایرانی. استاد چرفشاهی این هدیه من پیش از این بارها گفتم ولی میدونن که باز خیلی ها نمیدونن، میخوام امشب هدیه کنم به برنامه شما استاد چرفشاهی که جهان بداند که اینی که ما میگیم جهان شاد است به شادی ایران و از شادی ایران بی حساب نیست. استاد چرفشاهی ما الان در ماه دهم از سال آریایی میترایی هستیم، یا هم سال ایرانی به ماه دهمین ماه سال هست. فرانسه، آمریکا، تمام لاتین، جهان لاتین در دسامبر هستند. دسامبر اینها اینقدر شتاب زده تاریخ رو عوض کردن که یادشون رفت این یکی رو درست کنن. تاریخ ماه شمارشون ایرانیه، ایرانی مونده، میترایی مونده. چرا مونده؟ چون دسامبر 12 ماه هست در اروپا، ولی دسامبر از دیس میاد. دیس در لاتین و خصوصا همین زبان فرانسه ما بخواهیم بگیم ده، میگیم دیس. دهمین ماه سال هست. نوامبر نهمین ماه سال هست.
الی آخر. همونطور که برید اینها دو ماه در شمردن ماه های سال عوضی هم عقب هست. یعنی الان ما باید میگفتن اکتبر ما باید میگفتیم، یعنی دهمین یا دیسامبر که میگن دوازدهمینه، ولی ما در اصل دهمین هستیم. این همون تقویم و تاریخ میتراست که اینا ناخودآگاه ناخواسته حساب نکرده زبون بلد نبوده عوضش کردن. حالا مردم ایران اگر از کریسمس رو کریسمس و یا نوئل، یعنی همون یلدا یعنی زایش، ولی اینجا میگن زایش رفیق عزیزمون عیسی مسیح که من خیلی دوستش دارم، چون عیسی مسیح استاد چرمشویی به اساس پرسید میلان سیویلیزاسیونی که من 40 سال پیش نوشتم ثابت کردم در این کتاب، عیسی مسیح عزیز اولا که توسط پادشاهان ایران عنوان ناجی انتخاب میشه، میگن شاهان مج، شاهان مج، مج همون مجوس و مگوس ازش میاد، یعنی پادشاهان ایرانی. اون موقع ایران چون از سیبری تا آفریقا حکومت میکرده شاهان زیادی داشتیم، شاهان زیادی که داشتیم شاه سیاه‌پوست هم داشتیم که آفریقایی بوده، برای همین سه تا شاهی که میرن مریم طلا و جواهر و عطر و امکانات میدن میگن این بچه ناجیه، برو برش دار از ایشان ببر که میخوان بزرگش کنن، ترتیب روم رو بده ایران، چون یهودی ها معتقد به ناجی بودن، مریم یهودی، عیسی مسیح یهودی، یهودی ها زیر استیلای روم. این شاهان ایران برمیگزینن عیسی مسیح رو به عنوان ناجی نجات دهنده از کودکی خارجش میکنن. استاد چرمشویی این یک رازیه که هیچ کس نمیدونه. شما از هر مسیحی عزیزم که بپرسید که آقا از 18 سالگی تا 30 سالگی که عیسی مسیح برمیگرده به اسرائیل کجا بوده، هیچ کس نمیدونه کجا بوده. میگن جوزف یوسف برداشتش رو با مریم رفتن مصر، از مصر کجا رفتن؟ میان ایران، در ایران الان در نپال نیز آرامگاهی هست برای عیسی مسیح، در میاد ایران استاد چرمشویی عیسی مسیح پزشکی، داروسازی، ستاره شناسی میخونه، دانشگاه سوربن ایران فارغ التحصیل میشه، برمیگرده برای نجات مردم خودش یهودی ها از استیلای روم. وقتی برمیگرده اونجا 2000 سال پیش، الان شما برید توی این اردن و اینا بگردید، مردم هنوز که هنوز خیلی چیزا رو نمیدونن، تو صحرا میگن بدوی صحرا نشینن و اعتراض، او 2000 سال پیش که اعتراض نداشتن، یارو قش میکرد دوستا چرمشویی میافتاد میگفتن ما خاکش میکردم، یا بعد عیسی مسیح میاد میگه نه این قش نکرده، من این مرده رو زنده میکنم، این عطر و یا الکل میزنه و قشی رو زنده میکنه. تراخم استاد چرمشویی من به خاطر دارم در ایران بود اون سالها، تراخم اینه که روی چشم مواد خشک می نشست که بعد این با آب اینا پاک نمیشد، یارو دیگه کور میشد، اصلا نمیتونست بشونه، کور شده بود، فلازم بود که همینی که روی چشش نشسته رو شما این رو با الکل بشورید تا این شفا پیدا کنه، چشش با بشه ببینه. این کارا رو عیسی مسیح، یا مثلا شراب رو که در آب وای میسته و هی میده با این نونای چیز که تمام شدنی نیست، هی پیاله پر میکنه شراب میده، این اسانس دیگه. الان شما همه جای دنیا اسانس میشناسه، یه کمی اسانس میریزیم توی کشکول پر آب میشه، توی ظرف روش آب میزیم میخوریم. اینها دانشی بود که ایشون اونجا یاد گرفته بود، آورد اونجا داد. پس همه اینها ریشه ایرانی داره. حالا برای همین اگر ایرانیان عزیز هم کریسمس رو از زمان پادشاه تا به امروز جشن میگرفتن، یک کار درستی بوده. سه تا شاه ایرانی، ما چرا به ایران میگیم شاهنشاه، یعنی شاه شهان، یعنی اون موقعی که ما 140 کشور حکومت میکردیم سهر استانداری رو بهش میگفتن شاه و شاه شهان. شاهان ایرانی هستن، مغان، مغ، مجوس و ماجیسیان هستن. استاد چرمشویی اصلا این واژه مغان ایران میاد که از اینجا گرفتن. خب این امسال استاد چرمشویی در زیر این فشار تازیان که برای روسری بچه های ما رو کشتن، به خون کشوندن، چه و چه،
این پیروزی نصیب شد که شما الان همین فیلم نخست رو که ببینید میبینید ایران باور نکردنیست زیباتر از اروپا کریسمس رو جشن میگیرن و اصلا به این کلیسای جلفا که میخواستن مردم وارد بشن استاد شرفشهری هزاران نفر پشت در موندن شب کریسمس. ایرانی هایی که مسلمان بودن سابق و کلیسا پر میشه در این بندن بعد وای میستن پشت در کلیسا میزنن و میرقصن و شادی میکنن. همین فیلمی که شروع میشه اولش رو میبینید. این توضیح رو بدم استاد شرفشهری. در ابتدای این فیلم که 30 سمی است بعد بقیهش ما جای دیگه ایران هست دو تا حرامزاده تازی میان حمله میکنن ویالون زنه رو میزنن دستگاهش رو میشکنن لگد که ما نذاشتیم اینجا. این دو نفر رو مردم سلحشور و نازنین چیکه پاره میکنن استاد شرف شهید چیکه پاره میزنن اینها رو همون مردمی که دارن کف میزنن دو تا آدمی که میان خرابکاری میکنن میزنن و درب و داغوشون میکنن. این سلحشوری و پیروزی آریایی است که موفق شدن بتونن فرهنگ تازی و انسانهای تازی رو به گور تاریخ ببرن و این ققنوس ایران بدون شک به زودی برخواهد خواست و ایران رو مثل همون قبلی که همه مهاجمین تسلیم ایران و فرهنگ ایران شدن و این بارم دارن اگر نمیرن تسلیم فرهنگ میشن. یه فیلم رو میبینیم کریسمس در ایران استاد چرف شد. مرسی کارگردان برنامه. بله استاد شرفشاهی این هم عرض بکنم که این کارچی که اینا میگذارن چون اینا سر و آریایی ندارن توی در کم سر این سمبول هم سر و آریایی ایرانیست. این درخت که اینا کاج میذارن و روی درخت هم شما میبینین همه دکوراسیونی که گذاشته میشه از ستاره و ماه و خورشید اینا که روش گذاشته میشه همه اینها برگرفته از آیین میتراست که در کتاب از میترا تا محمد من کسم بود برای لبنان 42 سال پیش نوشتم و به رایگان مهمان یاران کتاب های من میتونم دانلود کنم با PDFش رو از روی گوگل ببینم شرح کامل دادیم در رابطه با آیین میترا که امروز خوشبختانه اگر 40 سال پیش 4 تا هموطن به من میگفتن که میترا یا یلده اسم دختر من جشن گرفتم امروز نه تنها هزاران هزار میترا داریم ما و یلدا نام داریم که جشن یلدا رو که امشب امسال استاد چرفشه اینقدر با شکوه بود من میدیدم در ایران داره برگزار میشه یزدان گواهی که شوق و عشق شادی در چشمانم بود که چنین مردم ایران وقتی که متوجه میشن از چه فرهنگ با شکوه میان بازگشت به فرهنگ خودشون میکنن و این چنین پاس میدارن فرهنگ آریایی رو استاد شرفشاهی عزیزم. بله سردار جعفری رو بله این حالا این یارو آقا رضوان هم که زدن این سردار جعفر اسدی از دوستان ایشونه و قبلا در همین سوریه این سردار جعفر اسدی فرمانده سپاه قدس بوده. ایشون راز مهمی رو فاش کرد که این راز رو همین یارو اکبری هم که داریم عکسش رو ببینیم که ببینیم این سفیر ایران در سوریه است اینم میگه فاش میکنه که استاد چرفشایی این یارو رو که کشتن رضا یا رضی موسوی رو باز خود جمهوری اسلامی یعنی میگن برمان جاسوس ردش رو دادن که اسرائیلی ها زدن. ما پیش از این شما دیدید شنیدید که خود امریکا اعلام کرد خود امریکا ترامپ اعلام کرد گفت ما بعدی که قاسم سلیمانی رو زدیم با اینا نشستیم به توافق که آقا شما یه جایی رو میخواید بزنین اینجا توی عراق اینا از قبل ما خالی کنیم که شما زده باشید. یا مثلا پرویز ثابتی تعریف میکنه که وقتی که بختیار تیمور بختیار میره عراق شیوه های عبدکار میبرن که اعتماد بختیار رو به دست بیارن آدماش توی ایران همه معمولی ساواک کرد
بعد میگه فلانی رو باید بزنید بکشین اون رو فلان کنید. میگه ما هم همه اینا رو علکی درست میگردیم براش که اون خوشحال بشه که تو ایران فعاله. خب یکی دو برم قدم ها رو راساسی هم میزنن. حالا شما در نظر بگیرید از همون قاسم سلیمانی استاد چرفشاهی همه جهان میدونه دیگه که شکی داره. چهار سال پیش از اینکه کشته بشه سیامش عبستان رسما اعلام کرد تو برنامه ها نگه خصوصی، از چهار سال قبل کشته شدنش تا دو ساعت، ایشون ساعت 12:01 شب کشته شد، من ساعت 7-8 شب با کشیش رسول با من مصاحبه داشت، باز اونجا هم اعلام کردم، یعنی دو ساعت قبلش گفتم این بابا رو میکشنش و من بهش گفتم پیش از اینکه بکشنت تو فکر نکن که تو رو زنده میذارن و رئیس جمهور بشی و اینا، برو تیر آخر تو کله خامنه ای خالی کن. بارها اینو بهش گفتم نکرد و ما دیدیم که ما تو جزء معادلاتشون بود که اینا بخوان برجام پرجام امضا کنن دنبال کنن کار کنن، جزء خواسته های و مذاکرات جهانی سمت همین سه تا جزیره که شما فرمودید و اینها سه تا جزیره هم الان اینها وقتی که اسرائیل خودش میگه آقا اینا از 7 نقطه و از 5 کشور به من حمله کردن، خب وقتی که اینا این حمله هست اینها اگر نخواهن برن خود رهبرای نظام جمهوری اسلامی که باید برن اونها بزنن نزنن تو بازی میکنن معادلات. برای همین اینجا با همین فیلم مستعدی که میبینیم استاد شرفشاهی متوجه میشیم که اسرائیل که از یک فیلم تو همین فیلم هست چند سالی میبینید که اسرائیل از سال گذشته اسم وزیر موسوی رو میگه که تو هدفش هست، مثل فیلم های سابق بهتونشون دادم که باید بزنمش. و بعد این بابا الان سفیر خودش میگه ساعت 2 پس از نیمروز از سفارت دمشق میاد بیرون تا میرسه به خونهش فرت میزنن ترتیبش میدن و خودشون میگن که جاسوسی بوده که رلو داده، یعنی جاسوسی که از آسیبون نرمده دیگه، تو یعنی تو سفارت جمهوری اسلامی بوده یا مال خود سفارت قدس بوده یا مال اعضای دیپلماسی سفارت بوده که برای اسرائیل کار میکرده. این میبینیم این اعتراف خودشونه که قربانی گرفتن، که بعد از این وقت باشه دو سه دقیقه رو همین قربانی اینا میدن، افتخارشونه که شهید بدن خودشون انتخاب کنن حذفیاشونه. کسانی که ماموریتاشون تموم شده میخوان برن بازنشسته بشن میگن بزنن اینا رو که اینها توی معادلات جهانی باز بتونن سر جهان رو کلاه بذارن. استاد شرفشاهی خیلی جالب بود اون تیکه‌ای که یارو عضو سپاه داره به رئیسی میگه بیا آقای رئیسی جون ما دعا کنی بابا داره شهید بشه. ببینید یعنی این مال دو ماه میشه این تیکش که دیدید، یعنی اینا این بابا رو از قبل آماده شهادت کرده بودن، خودشون آماده شهادت بود که شهید بشه و میدیدید که اینا شهید و شهادت یه دکونه براشون. از همون اولی که جریان امام حسینشون پیش میاد تا به امروز این یه دکانیست که اون بالا خود اینا میمونن، مثل همه جنگ ها اونهایی که همه میشناسن رهبران اصلا میمونن کسی اخم عبروش نمیاد، ولی پایین توده عوامی که توی آرونک ها زندگی میکنن و خونه ندارن توی تونل زندگی میکنن چیزی ندارن باید کشته بشن. و بعد الان چقدر استاد شرفشاهی هایهوی میکنن گریه‌زاری میکنن، البته ما نه اینکه تأیید میکنیم مرگ و کشتار اینا، نه دارم من خبر میدم، ما خبر رسانی میکنیم. خبر رسانی کردن با نظر و نگاه دادن و عقیده و اندیشه فهم، من خبر میخوام بدم به تو مردم ایران. اینایی که اینقدر زر میزنن که اولی که رفتن بچه کوچیک و بزرگ اسرائیلی که 7 اکتبر رفتن کشتن، این که از این اینا رفتن کشتن، اول هم اینا رفتن، حالا 4 تا بمب برمی که داره میریزه دیگه، فرحال کارش میکنه، حالا همه هم اعتراض شده میریزه، چون فرهنگ اسرائیل اینه که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، ترتیب دیدن ساعت هم میدن. مثل ما بدبخت ها نیستن که 14 قرن اومدن سرویس مون کردن از هر حیث، بعد برای ما گنبد بارگاه میسازیم. چقدر من ابله هم، چقدر من انیاکان هم ابله هم. حالا استاد چرچه اینا که اینقدر زیر میزنن بچه بچه، آقا امام حسین
اون اینی که دیگه رهبره که خود همین حتی این سینیوره و هانیه رو همشون هم حسین نواز قبول دارن باید سنی هستن فاکت میرن از امام حسین. خب امام حسین رفته خودش جنگ و این عکسی که الان کارگردان برنامه نشون میده استاد شرفشاهی مال ما نیست، ما نساختیم. این عکس هم در جمهوری اسلامی است، هر سال هر ماه پخش میشه، فیلم ساختن، فیلم پخش میشه که امام حسین رفته جنگ، بچه شیرخواره خودش علی اصغر برده تو جبهه جنگ، نبرده توی تونل مخفی کنه، توی غار مخفی کنه، توی خونه مخفی کنه، بده به خواهرش زینب آقا یه زیر چادرت قایمش کن. پسرش علی اصغر رو برداشته برده توی جبهه جنگ، روی دست گرفته به عنوان سپر جبهه جنگی که تیر و کمونا حاضر دارن تیر. اینا خودشون فیلم ساختن، این عکس اصلا مال خود اینا از یه هنرپیشه ایرانیه که تو فیلم ساختن، هر ماه هم هر سال محرم بهشون میدن. آقا وقتی که اینها تا این حد خودشون دلشون به حال بچه‌هاشون نمی‌سوزه، طفل شیرخوار رو علی اصغرش رو میکنه سپر و تیر میخوره، تازه ما تیر عکس حساس تا چرف شده که تیر خورده همین انگاری بچه ما، اینا دیگه خیلی اینا چون خوب نخواهد بود برای دیدن برخی حتی انسانهای محسن نشون نمیدم، ولی خب اینا نشون میدن، خب اینا هست، وجود داره، میتونید ببینید بچه شیرخوره رو بیاره تو جنگ. الان هم بچه ها اصلا شیوه فلسطینی هاست و چرفی من لبنان بودم اینا رو دیدم، نکرگم قصه شنیدم، شیوه فلسطینی ها از قدیم همین بوده که بچه اصلا از تو دبستان نظامیه و نظامیگری یاد میده. ما همینجا فیلماش هم نشون دادن که میرخصیم که فلسطین 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 میخوانم، بچه هاشون جنگ جن. بچه ها داره میجنگن، شفل شیخارم که برده خود با حسین توی جبه جنگ. استاد چرفی یه تیکه آخر بگم، اونی که ما چون در رابطه با مشارکت امام حسین و امام حسن در قتل و کشتار ایران گفتیم، بعضیا اومدن بعضی جا دیدم یه چیزایی نوشتن، میگن بابا وقتی که قادسیه بود به ایران حمله شد زمان عمر، که حسین که 11 سالش بود، که اول اینکه ما بینیم علی اصغر شیرخوار بردن جنگ، اون 11 سال هم بوده اگه نرفته جنگ، ولی استاد چرفچه وقتی که امام علی میشه خلیفه یعنی بابای حسن و حسین، حسن و حسین 30 سال داره و حسین مشخصا 31 سالشه، در تمام شبکات داخلی و شهرهای استانهای ایران شورش های برپا میشه، مثل شورش هایی که الان چندین سال کانون های شورشی در ایران همین آخریشه دیگه، محساس وقف کانون های شورشی ایران انقلاباتی برمیخیزه بر علیه تازیان، امام علی سپاهیانی میفرسته که سرکوب کنن شورشیان ایرانی رو و در این سرکوب ایرانی ها عرب های زیادی رو میکشن، اینا هم قتل هم میکنن و امام حسین و امام حسن از فرماندهان سپاه هستن در سرکوب ایرانی ها در 35 سال از هجرت و در هنگامی که حسین 31 سال عمرشه. در این هم که 4 تا آخونده حرمزاده میان میگن اینا 10-11 ساله بودن زمان قادسیه هجوم اولیه، قادسیه سالها ادامه داشت تا الان ادامه داره قادسیه. این هم برای این که بچه ها آذوقه و خوراک پاسخگویی داشته باشن. امام حسین هنگامی که باباش خلیفه میشه به عنوان سردار، یکی از سرداران سپاه، و حسن و حسین دوتاشون با هم اصلا فیلم هم اعراب ساختن استاد شرفچه که فیلماش هست، میتونم برم فیلم ها ببینم، تو فیلم ها خود اعراب نشون بدن که حسن و حسین شمشیر به دست دارن میجنگن، برای همین هم هست که میگن شهربانو شاهزاده ایرانی بوده که خود حسین گرفته جزء قنایمشون جزء کنیزا و غیره. بله به هر حال این میدونیم که ولیعهد عربستان سعودی هم گفت مثلا این خلفایی بودن که در
عربستان بودن با هم دیگه اختلاف داشتن، نبرد میکردن برای مقام و اینا کشته شدن، با ما مربوطه و ما رو از شما چیکار داریم به اینا داده بالا میبریم پایین میاریم در بارشون حرف بزنیم گریه میکنیم با اینا، مال ما بوده اصلا. تا همینجا با هم سر خلافت و اینا جنگ و ستیز داشتن. این مسئله ای نیست که به جمهوری اسلامی مربوط بشه خودشون مداخله میدن. اینی که بارها این ولیت عربستان در این رابطه یاد اون هست که صحبت کرده. آخه استاد شفشایی، اینها برای پدر مادر خودشون میکنن. علی خامنه ای، خمینی، تمام امام سیاها اینها عربن و از بنی هاشم هن. اینا با بنی امیه دعواشون میشه، بنی امیه و بنی هاشم. میدونیم که امام علی سه تا جنگ داره، جنگ جمل با زن محمد، جنگ صفین با معاویه و جنگ خوارج نهروان با ایرانی های شورشی که تو سپاهش بودن. خب این معاویه پسرعموشون بوده دیگه. اینا الان حسن و حسین اجداد اینن، اینا بر اونا گریه‌زاری میکنن. تو ایرانی چرا گریه‌زاری میکنی بیچاره بدبخت؟ بسیار ممنون از شما. برنامه ما در حال پایان گرفته. با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. سپاس، بدرود، تا درود دیگر با شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. تا هفته آینده در حال باشه، امیدواریم که شب و روز خوشی داشته باشین و سال نو رو با شادی و خوشی آغاز بکنین. برنامه ما پایان گرفت. با در حال تشکر از آقای قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه. بدرود تا درود دیگر.